با گفتگوی ویژه از تلویزیون یک خوش آمدین. من میرویس آریا هستم. در این گفتگوی ویژه آقای دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی و یکی از اعضای ارشد اتحاد انتخاباتی افغانستان با ماست. آقای عبدالله سپاسگزار هستم از اینکه فرصت گفتگو را مهیا کردین. تشکر از شما. اجازه بدین از موضوع اخیر که همو اعلام موجودیت اتحاد انتخاباتی افغانستان بود گفتگوی خود را آغاز بکنیم. وچه اشتراک ائتلاف ملی با جریان ها و اعضابی که در این اتحاد انتخاباتی هستند چی بود و چی شما را کشاند که بالاخره همسویی کردین با این اعضاب و جریان های سیاسی و همچنان شخصیت های سیاسی؟ شما اطلاع دارین که همه ما در شورای همکاری احزاب، در شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی روی یک برنامه ملی موافقه کردیم. او به امضا رسید و بالاخره یکی از فیصله همی بود که مجموعه ها در همسویی با هم به منظور تشکیل تکت انتخاباتی و توافق روی برنامه انتخاباتی بحثا و گفتگوهایی داشته باشد. در پهلویی که با احزاب سیاسی تماسهای انفرادی هم داشتیم، در این اواخر تصمیم گرفته شد که یک مجلس داشته باشیم که شما و مردم ما شاهد ازو بودن. پس برنامه مشترک مسئله عمده و اساسی بود که اعضای ای اتحاد دور هم نزدیک ساخت. در دو شب پیش از اعلام موجودیت اتحاد انتخاباتی افغانستان شخصیت های دیگه هم در کنار شما در همو بحث های مقدماتی که داشتن دیده می شدن، ولی در روز موجودیت اینا نبودن. با اونا هنوز هم گفتگو جریان داره که اونا هم وارد اتحاد انتخاباتی شون؟ تعداد شخصیت هایی که در یکی دو مجلس شرکت کردن، اونا از ابتدا در این بحث ها شامل نبودن. خب. اونا خواستن علاقمندی نشان دادن که وارد بحث شوند و نظرات داشتن. در یکی دو مجلس شرکت کردن. اما اون مجموعه ای که از ابتدا روی شورای همکاری احزاب کار کرده بودن و شامل شورای همکاری احزاب بودن و بخشی از شورای همکاری احزاب تشکیل می دادن، اونا تماس ها، گفتگوها، بحث های دوامدار داشتن و در نتیجهش موافقه روی جلسه صورت گرفته بود. خب. اینها ملاحظه هایی داشتن، بحث هایی داشتن، چند شخصیت محترمی که در روز شرکت کرده بودن، بنا از ابتدا بری نبود که همه کسایی که در تماس و ارتباط هستند با اعضای ائتلاف انتخاباتی اونا در جلسه شرکت میکنن. خب. البته تماس ها با همه ادامه داره، روی اوضاع کشور، روی مسائل مربوط به انتخابات، و امیدواری ما است که شورای همکاری احزاب هم با جدیت به کار خود ادامه بده. بله آقای عبدالله، شما از ملاحظه نام بردین، گفتین این تعداد شخصیت ها ملاحظات داشتن. ملاحظات اینا چی بود که تا به حال نتانستن اینا بیاین رسما در اتحاد انتخاباتی بپیوندن؟ خب یک طرف مسئله برنامه ها و مسئله اهداف است که تعدادی از گروه های سیاسی، احزاب سیاسی و مجموعه های تاثیرگذار روی از او بر مدت ها کار کرده بودند. یک طرف دیگر نظرات شخصیت ها بود که اونا به ایسه اشخاص نظرات خود مطرح کرده بودن. خب. از جمله میخواستن امی جلسه به تعویق بفته چون آمادگی ها گرفته شده بود. تعدادی از شخصیت های مربوط به او تیم در داخل افغانستان نبودن. یک دلیلشان هم می بود که اگر موقعی گذاشته شود تا با همه مشوره صورت بگیره، اما چون دعوت از قبل صورت گرفته بود، قبل از اینکه اینها وارد ای بحث شوند دعوت از شخصیت ها سرتاسر افغانستان صورت گرفته بود و اونا در کابل حضور به هم رسانده بودن. بنابری شد که جلسه در موعد معینش دایر شود. همین شخصیت هایی که در جلسات مقدماتی با شما دیده شدن، تصاویرشان در رسانه ها برآمد، عکس هایشان پخش شد، اینها هم گفته میشن که در صدد ایجاد یک ائتلاف یا یک جبهه دیگه هستن به خاطر وارد شدن به کارزار انتخاباتی. در این مورد میخواستم بپرسم که فرق و همی تمایز را که شما داشتین با اینا که نتانستن کنار هم بیاین چی بود؟ اونها اگر جبهه را بخواین بسازن با یک حرکت سیاسی را ایجاد بکنن و در کارزار انتخاباتی فعالتر شوند، ما ایر استقبال میکنیم.
کارزار انتخاباتی افغانستان، صحنه انتخابات افغانستان مربوط به یک تیم و منحصر به یک تیم نخواهد بود و چی برنامه دارن اونها، آیا کاندید مورد نظر دارن، آیا اتفاق کردن روی کاندید خود بایش یک تیم، چون فعلا بایش یک تیم کار میکنن، اما بالاخره وقتی اونها بخواین که تیم واحد را تشکیل بتن و یا جبهه را قسمی که شما گفتین تشکیل بتن و وارد صحنه انتخابات شون، مردم افغانستان از او استقبال میکنه. ای که چقدر میتونن از اصل مسئله منظورم است، ای که چقدر میتونن جلب اعتماد مردم بکنن و چقدر میتونن که مردم مطمئن بسازن نسبت به برنامه هایشان و اینها، همین ها مسائلی است که باز در پیش روی همه قرار داره و اونها هم با او مواجه خواهد شدن. ای کدام مشکل را و کدام طرف دیگه کارهای یک مجموعه ایجاد نخواهد کرد. آقای دکتر عبدالله، شما در انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم تجربه نامزد بودن را داشتین و شما از جمله دو نامزد مطرح در افغانستان بودین که در دور دوم و دور نهایی هم راه پیدا کردین. شما چه فکر میکنین که مردم افغانستان بیشتر به برنامه ارزش میتن یا به شخصی که نامزد هست؟ هر دو، اگرچه که در بین نسل جوان خصوصا امروز بیداری بیشتر ایجاد شده و مردم روی اهداف و برنامه ها هم تمرکز میکنن، اما برنامه ها را میشه کسی کپی کنه و ترجمه کنه، حتی ترجمه ناقص هم باشه و به خورد مردم بده، بالاخره مردم روی توانایی ها و ظرفیت های اشخاص و روی پایه مردمی هم حساب میکنن. خب. بنان هیچ کدام نادیده گرفته شده نمیتونه. یک برنامه‌ای که جوابگوی نیازهای مردم باشه از طرف یک تیمی که مردم افغانستان خود در او شریک احساس کنن و اعتماد مردم جلب کرده بتانه و شخصیت هایی در او حضور داشته باشن یا احزاب و مجموعه هایی در او حضور داشته باشن که توانایی به حرکت آوردن مردم داشته باشند، هر کدامشان در جای خود تاثیر داره. بله، و در اتحاد انتخاباتی که شما شامل شدین در اینجا بیشتر تاکید بر چی است که بالاخره یکی از کارهایی را که شما خواد کردین معرفی یک نامزد واحد خواد بود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014؟ بله. در اینجا در معرفی نامزد و یا هم کاری که اتحاد انتخاباتی میکنه چی هست؟ بیشتر برنامه محور و یا هم شخصیت محور؟ بازم خدمت شما گفتم که هر دو مسئله مهم است. مسئله برنامه مسئله اساسی است و شخصیتی هم که روش اتفاق صورت میگیره و اتحاد انتخاباتی در موردش تصمیم میگیره، او باید توانایی های لازم داشته باشه برای بسیج مردم و برای ارائه پیام و برای اطمینان بخشیدن با مردم، که تنها مسئله برنامه یک چیز روی کاغذ باقی نخواهد ماند. خیلی خوب. آقای دکتر، یکی از مواردی که پیش مردم سوال هستی است که پابندی همی جریان‌های سیاسی و شخصیت‌هایی که در اتحاد انتخاباتی جمع شدن چقدر بر پایا بودن همی اتحاد انتخاباتی خواهد بود؟ یعنی شما چقدر اطمینان دارین برای که این اتحاد انتخاباتی دوام خواهد آورد و یک برگه واحد را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده معرفی خواهد کردند و مثل جبهه هایی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته پیش از او به وجود آمده بود و در هنگام انتخابات شکست، ای هم باز امو تجربه را نکنند؟ انشاءالله یقین داریم، امیدوار هستیم که با در نظر داشت تجربه های گذشته همه ما به او پختگی سیاسی رسیده باشیم و در این مرحله که مردم افغانستان توقع یک تصمیم بر اساس منافع مردم و بر اساس آرزوهای ملت از اتحاد انتخاباتی دارن، تصمیم بجا گرفته شود در زمینه و شاهد شکست و ریخت نباشیم. بله. در مورد ای که آیا هیچ نوع بحثی باقی نمانده در بین مجموعه های شامل اتحاد انتخاباتی در مورد تکت و کاندید، منظورم از این مسئله نیست. منظورم ایست که صحبت های ادامه داره، گفتگو های ادامه داره و هنوز هم بحث های باقی مانده در داخل اتحاد، انشاءالله تفاهم در این مورد صورت میگیره. دیروز
شاهدی بودیم که یک مجموعه سیاسی باز هم با ائتلاف ملی یک جا شدن. آیا این نشاندهندی این نیست که شما بیشتر از اتحاد انتخاباتی هنوز هم روی ائتلاف که رهبری اونا رهبری ائتلاف به دوش خودتان است تاکید میکنین؟ ما در حالی که فعالانه کار میکنیم تا پایه های اتحاد انتخاباتی هم وسیع تر شوه و محکم تر شوه، پیوستن مجموعه ها به ائتلاف ملی هم به این معنا را داره، چون ما جزء اتحاد انتخاباتی هستیم و تعهد قوی داریم در ماندن در اتحاد انتخاباتی. خب شما می دانین که وقتی یک مجموعه می پیونده، یک مجموعه شامل احزاب مختلف است، از نهادهای مدنی در اون نمایندگی صورت می گیره، این نتیجه هفته ها و ماه ها صحبت و گفتگو است و مذاکره است. این چیزا خلق ساعه نمیشن که یک شبه خلق شوند. از اون لحاظ این گفتگوها با ائتلاف ملی از طرف مجموعه های مختلف و ما با مجموعه ها و نهادهای های مختلف گفتگوها داشتیم از گذشته، و هر وقتی که به ثمر میرسه نتایجش اعلان میشه. در این زمان که چون بحث انتخابات امروز مطرح است، ما کدام تناقضی بین دو مورد نمیبینیم. خیلی خوب، شما چقدر علاقمند به نامزد شدن هستین در انتخابات پیشرو، یا از طرف اتحاد انتخاباتی و یا هم اگر قرار باشه چنین صورت نگیره، خودتان چقدر علاقمندی دارین به نمایندگی از ائتلاف ملی بیاین وارد کارزار شوین؟ تصمیم اتحاد انتخاباتی را ما احترام خود کردیم و به مؤسس عمل خود کردیم. خب اگر تصمیم اتحاد انتخاباتی به معرفی یک نامزد غیر از شما باشه، در او صورت تصمیم شما چی خواهد بود؟ ما به تصمیمی که به اتفاق آرا در اتحاد انتخاباتی رویش موافقه شوه احترام خواهد گذاشت. بله، و تصمیم جدا از اتحاد انتخاباتی رو شما اتخاذ نخواهد کردین به خاطر انتخابات ریاست جمهوری؟ قبلا خدمت شما گفتم. خیلی خوب، یکی از مواردی که خیلی زیاد مهم است در امر ایجاد اتحاد انتخاباتی و یا هم ائتلاف های دیگی که شکل میگیره، ای از مردم نگرانی از این دارن که افغانستان را به یک گونه به سمت و قوم تقسیم میکنه. خیلی ها انتقاد کردن که اتحاد انتخاباتی که به وجود آمده به یک گونه قومی و سمتی هست و ملی نبودنش را رویش انگشت انتقاد گذاشتن. میخوایم که پاسخ شما را در این مورد بشنوم. من تشویش های بعضی ها را هم درک میکنم و از درد بعضی از دوستا هم آگاه هستم. او تشویش هایی که ناشی از بیخبری بوده باشه، او را کوشش میکنیم که با اطلاع رسانی دقیق تر به مردم در مورد پایه ها و ریشه های مردمی اتحاد او تشویش ها رفع شوه. او تشویش هایی که واقعا ناشی از احساس ملی بوده باشه، به او پرداختنش وظیفه ماست، چون متاسفانه تبلیغات منفی هر زمان وجود داشته، بعض وقت بعضی حرکت ها یک تصور ایجاد میکنه. یک نکته است. نکته دومی است که در روز اعلان تشکیل اتحاد انتخاباتی هم در اعلامیه در اوج واضح ساخته شده که پایه های اتحاد انتخاباتی وسیع تر میشه و همه فعالانه سهم میگیریم. که ای هم یک نکته دومی است. اما در مورد درد بعضی از دوستا که گاهی تنها نبودن خودشان در یک مجموعه ملی نبودن او مجموعه تلقی میکنن، در این قسمت من فکر میکنم که ضرورت به بحث زیاد نیست. خب یک تصور بعضی ها از خود دارن و از افغانستان دارن. اگر یک روز به آگاهی برسند در این مورد خوش خواهد بوده، میتونن عناصر مفید باشند در جامعه، و اگر غرق در متصورات خود بمانن او هم تکلیف ما نیست. به این معنا که هیچ شخص ادعا کرده نمیتونه در این کشور که از یک قوم نمایندگی میکنه و نمایندگی تمام مردم و آهاد امو قوم مربوط به خودش میشه، و حرکت های سیاسی هم که خود منحصر به این مسئله بکنن آینده بسیار روشن نخواد داشتن. خب، بلکه تنها اهداف ملی و تعهد به اهداف ملی میتونه مجموعه را به
به مقصد و منزل مقصود نزدیکتر بسازند. آقای عبدالله، نگرانی مردم هم همی است. مردم نگرانی دارند که هر اتحادی که به وجود می آید، هر ائتلافی که به خاطر وارد شدن به کارزار انتخاباتی به وجود می آید، از سمت‌ها و از تیفا و اقشار مختلف جامعه افغانستان باید در خود نماینده داشته باشند. در زمان اعلام موجودیت اتحاد انتخاباتی، ما می‌بینیم که از این نگرانی مردم هست که از جنوب و جنوب غرب و جنوب شرق افغانستان کمتر در اینجا دیده شدن. آیا گفتگوها و صحبت‌های در این زمینه وجود داره؟ و اگر شما مشخص‌تر بگویید که نتایج ایر مردم به خاطر رفع نگرانیشان چه وقت دیدن؟ یکی مردم است و یکی کسایی که ادعای نمایندگی مردم میکنن. در اینجا باید تفکیک قائل شد. بله. شخصیت هایی که در این اتحاد شرکت کرده بودند از سرتاسر افغانستان، از تمام اقوام کشور بودند و از تمام گوشه های ملک بودند. چندین نفر اعضای پارلمان افغانستان از مناطقی بودند که بعضی اشخاص بعد ادعا کردند که از اون مناطق در اینجا نمایندگی صورت نگرفته یا به قومی مربوط بودند که گفته میشه که از او قوم نمایندگی در نفوذ و جایگاهی افرادی که گفتن شما وکلای پارلمان هستند و یا هم کسایی که شرکت داشتن از اون مناطق چقدر قابل حساب است؟ ما میخوایم در اینجا چون شما باعث شدین که بیشتر صحبت کنم، بعد به تفصیل میریم روی مسئله. خیلی خوب. بفرمایید نمو کسایی که میگن این تشکل ملی نبود، نشان بدن و ثابت بسازن به مردم افغانستان که به اندازه هر کدام امو اعضای پارلمان اینا در اون مناطقی که خدا نمایندهش معرفی میکنن رأی دارن، یا به اندازه شخصیت های مؤثری که از اون مناطق شرکت کرده بودن در یه اتحاد انتخاباتی. این قسمت اول صحبت من را تشکیل میده، یعنی اون قسمتی را که انکار میکنن اینا به خاطر عدم حضورشان از یک قسمت واقعیت ها. این مسئله پیش مردم افغانستان حل است، مردم و رهبرای واقعی مردم و اونایی که واقعا از مردم نمایندگی میکنن. نکته دومی است که آیا اتحاد انتخاباتی محدود به امی مجموعه‌ای که شرکت کردن میمانه یا نه؟ که جوابش هم نه هست. جوابش است که همه متعهد به ای هستیم که بیشتر کار شوه و وسیع‌تر شوه پایه های اتحاد انتخاباتی. پس ما شما سر دو نکته متفاوت صحبت میکنیم، یکی نظریات مردم، یکی نظریات چند شخص. برای تمام نظریات افراد به صورت فرد جای امتحان و امتحان کردن وجود داره. خب. تیم بهتری را ارائه کنند به تصور خودشان، هر کسی که ادعا داره که در اینجا یک نقصی وجود داشته، یک نقیصی وجود داشته، معرفی کنن یک تیمی را که مردم به او اطمینان بیشتر بکنه. اگر خدا نخواسته این نقیصه در اتحاد انتخاباتی وجود داشته باشه و همطور نقیصه به حال خود باقی بمانه، مردم افغانستان بنان باید اعتماد نکنن و رأی نتن. و اگر مجموعه دیگه پیدا شد که اونا تمام نواقص رفع کرده باشن و چیزی را ارائه کنن که یک باره اعتماد همه مردم کسب بکنه، مردم با اونا توجه میکنن. بنانی میدان است که در عمل همه امتحان میشن، همه یک امتحان بزرگ را سپری میکنن و بالاخره مردم است که قضاوت میکنن و مردم افغانستان سطح آگاهیشان و احساس مسئولیتشان نسبت به ملک، نسبت به مملکت خوشبختانه از بسیاری از کسایی که ادعای نمایندگی مردم می کنن بهتر است و عمیق‌تر است. پس از وقفه کوتاه ادامه این گفتگو. آقای عبدالله، یکی از موارد دیگه که در این روزها در رسانه ها کمتر و در محافل سیاسی دیگه بیشتر دامن زده میشه و یا رویش بحث میشه، یه است که گویا در شکلگیری اتحاد انتخاباتی کشورهای خارجی نقش داشتن. این مورد چقدر میتونه دقیق باشه؟ به هیچ صورت. بله. هیچ حرفی، هیچ مسئله که به کشورهای خارجی در این رابطه ارتباط داشته بوده باشه ما شاهدش نبودیم و هر تفسیری را در این مورد رد میکنم. بله. این ناشی از ضرورتی وضعیت امروز، ضرورت کارزار انتخاباتی و ای که میگیم ما باورمند هستیم
برفتن به طرف انتخابات و انتخابات و انتخابات عادلانه را یگانه طریق یا وسیله انتقال قدرت به شکل مشروع، انتقال قدرت سیاسی میدانیم، به این لحاظ یک حرکت مدنی بود که صورت گرفته و میشه که هر نوع اتهام وارد شود. بله، من میخوایم به یک مورد اشاره بکنم. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری قرار بود صحبت‌های پس از انتخابات شد که آقای محقق دوستم با شما یک جا باشن و یک جا وارد صحنه شوین، به یک گونه یا معاون شما باشن و یا هم از شما حمایت بکنن، اما چنین چیز صورت نگرفت و پس از او بحث شد که زمانی که شما میرفتین به طرف ثبت نام کردن، چند ساعت پیش از او از طرف یک سفارت خارجی به آقای دوستم و محقق گفته شد که با شما یک جا نباشن. اگر این حرفا قرار باشه که درست باشن، که بسیار زمزمه شده در محافل سیاسی، حالا آقای محقق و دوستم در اتحاد انتخاباتی هستن، بدون شک امو سفارت اگر در او زمان بالای اینا نفوذ داشته، حالا هم امو نفوذشان هست، پس این نشان دهنده از این نیست که دوباره به اشاره همو سفارت و یا همو کشور اینا آمده باشن در اتحاد انتخاباتی شامل شده باشن. در ارتباط به آنچه در انتخابات گذشته صورت گرفت و در آستانه رفتن به طرف انتخابات صورت گرفت، مجموعه سیاسی نظرات خود ایراد کردند و در اون مورد بسیار زیاد گفتگو صورت گرفتند. ما در یک فضای دیگه قرار داریم امروز. 4 سال از انتخابات گذشته و آقای کرزی هم و حکومت و اداره آقای کرزی ناکام آمده در رسیدن به رسیدگی به خواستهای مردم افغانستان. اداره موجود ناکام آمده در رسیدگی و پرداختن به خواستهای مردم افغانستان، در عملی کردن وعده هایی که به مردم سپرده بودند و بالاخره افغانستان در یک مرحله حساس قرار داره. شما می دانین که زمزمه های انتخابات نشه، اگر چون افغانستان ناامن است بناهن امی داره دوام بته و ایره هم کس نمی پرسه که ناامنی سببش چیست، علت ناامنی چیست. اونایی که این زمزمه ها را در عقبش هستن و دامن می زنن خود عاملین ناامنی در این کشور بودن. خب این کسایی که در پشت زمزمه ها هستن، خب ما شاهد دیروز پری روز هم شاهد همچون مایش هایی بودیم و چند وقت پیش هم از ولایت های جنوبی مثل هلمند و روزگان و قندهار چنین مایش هایی را ما شاهد بودیم. در پشت این زمزمه ها و یا راه اندازی چنین مایش هایی کی ها هست که میخواین انتخابات برگزار نشود؟ به یقین که دست حکومت دخیل است در این مسئله. اما نکته اصلی در است که یک، حکومت در تأمین امنیت بر شهروندای کشور ناکام آمده. امی حکومت. آیا ادامه امی حکومت سبب تأمین امنیت خواهد شد؟ نکته دوم، 3 سال قبل وضع امنیتی بهتر بوده. در انتخابات گذشته وضع امنیتی نسبتاً بهتر بوده نسبت به امروز. 3 سال و 4 سال از او زمان اوضاع بدتر شده، به مراتب بدتر شده. آیا 2 سال بعد از امروز هم اگر امی اداره ادامه پیدا کنه، آیا وضعیت بهتر خواهد شد؟ در کجا خواهد قرار داشتیم از لحاظ تامین امنیت؟ شما می دانین که تمامی شاهراهای مواصلاتی کشور شاهراها ناامن شده. در شهرها چه مشکلات امنیتی وجود داره؟ عامل ناامنی یک اداره ناکام است. خیلی خوب. عامل ناامنی فساد اداری است. عامل ناامنی گریز از قانون است. بله آقای دکتر، سوالی که اینجا مطرح میشه ای است که بالاخره همی تیم و همی حکومت که شما میگین که اینا ناکام بودن در تامین امنیت مردم، بالاخره مسئولیت برگزاری انتخابات و تامین امنیت انتخابات باز هم به دوش امینا است. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، در انتخابات پارلمانی گذشته، سر و صدای ای که تامین امنیت درست نتانستن خیلی بلند شد و حتی مشروعیت انتخابات به گونه زیر سوال بود. حالا با همین تیم شما دوباره میرین به انتخابات ریاست جمهوری و چقدر اطمینان دارین که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود؟ برای برگزاری انتخابات دیگه بدیلی وجود نداره. خدا نخواسته اگر انتخابات برگزار شده نتانه،
یا بخواین بر هم بزنن تیم حاکم انتخابات بر دوام حکومت، این سبب یک بحران بسیار عمیق در کشور میشه که هیچ کسی بعد دامنیش جمع کرده نمیتونه. خب. امیدوار هستم که در این قسمت همه کسایی که مسئولیت دارن با احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم عمل کنن، تا ای که روی محاسبه های نادرست فکر کنن که میتونن به دوام قدرت بپردازن. آقای دکتر، اگر انتخابات مثلا حال که امی اداره برقرار است، توقع مردم افغانستان چیست از آقای کرزی؟ که مسئولیت آقای کرزی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. این تکلیفی را که آقای کرزی به عهده گرفته با سران سیاسی میبینه، یک مصروفیت اضافی است که آقای کرزی متقبل شده، با همه میبینه و در صدد ساختن تیم در این مسائل و اینا میخواین که ادای مسئولیت بکنن. یک تکلیف اضافی است که آقای کرزی به عهده گرفته. مسئولیت از اونایی است که در انتخابات و پروسه انتخاباتی مداخله نکنن، از مداخله جلوگیری کنن، در کار کمیسیون انتخابات مداخله نکنن و از استفاده امکانات حکومتی به نفع یک کاندید خودداری کنن. خب آیا ما با امی که امی آرزو را داریم مطمئن هم هستیم، امی اطمینان داریم که امی کارا صورت میگیرن؟ نه، جواب نیست. خب. مردم ما امی تشویشه دارن، اما در این زمان یک نکته دیگه هم وجود داره. مردم افغانستان هم وقتی بخواین از تقلب جلوگیری کنن میتونن این کار بکنن تا حد زیادی. خب بهتری بود که اراده سیاسی در تیم حاکم وجود میداشت که چنین چیزی نیست. خب. مردم هم میتونن با حضور در انتخابات و با دفع توطئه که انتخابات رای حل نیست و بریم به وسیله های دیگه، از حق خود دفاع کنند. آقای دکتر، در انتخابات های گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در انتخابات پارلمانی گذشته، شما هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات پارلمانی، چون بعضی از کسای مورد حمایتتان بود، مورد حمایت ائتلاف تغییر امید بود در اون زمان، شما این تجربه را دارین، چقدر مردم تانستن مؤثر باشن به خاطر پیاده کردن همو خواسته های مردمی که حالا در این انتخابات ما انتظارش داشته باشیم؟ خب مطلوب نبود نتایج انتخابات بر مردم افغانستان یا بر ما به ایسی حرکت سیاسی. در این زمان شما ببینین که بزرگترین ائتلاف سیاسی را آقای کرزی تشکیل داده بود، قدرت دولتی با تمام معنا در اختیارش بود، خارج از چارچوب قانون از قدرت دولتی استفاده شد و خود آقای کرزی کاندید ریاست جمهوری بود. خب ای بار مثلا به او ترتیب نیست. خب من نمیگم که نیت ها فرق کرده، شاید نکرده باشه، نیت ها فرق نکرده باشه، اما شرایط فرق کرده. تشویش های ما آن هم به جای خود باقی است، ولی تشویش هایتون کمتر است، نگرانیتون کمتر است. من میگم خدمت شما، با وجود که همچی یک حالتی بود، آقای کرزی با وجود تقلب گسترده، با وجود دستبرد وسیع در رای مردم، نتانست 50% رای مردم بگیره. او بار بر خود کار میکرد، ای بار بر یک کاندیدی که به او علاقه داره آقای کرزی و فکر میکنه که میتونه او کاندید همیشه مطابق به میل آقای کرزی وقتی که کامیاب شوه در انتخابات به هر وسیله‌ای که کامیاب شوه کار خواهد کرد، یک شرایط تازه است. خب یعنی فکر میکنین میزان علاقمندی و شدت کار کردنشان در انتخابات کمتر از او انتخابات گذشته باشه؟ من فکر میکنم که تاثیرگذاریشان کمتر خواهد بود. علاقمندیشان شاید به اون اندازه باشه، اما توقع ما از آقای کرزی با کمال احترام به کسی که چندین سال در این مملکت حکومت کرده، ای است که به میراث خود بیندشن، با آنچه که از آقای کرزی باقی میمانه و مردم از او یاد خواهد کردن، که او عبارت از یک انتخابات سالم، شفاف و عادلانه است. اما چیزی را که ادعا میکنن در عمل ثابت بسازن به مردم. در اون صورت جایگاه آقای کرزی در بین مردم افغانستان، مسئولیتشان، احترامشان، جایگاهشان باقی خواهد ماند. آقای عبدالله، شما در صحبت‌های پیشترتان اشاره کردین که انتخابات بدیل نداره، انتخابات باید برگزار شود و همیشه تاکید بر همین مورد کردین. اما اگر
قرار است انتخابات امنیتش با چالش مواجه باشه و این چالش خیلی هم بزرگ باشه. مثلا گفته های وجود داره و این رسما از طرف کمیسیون انتخابات هم گاهی مطرح شده و رئیس پیشین کمیسیون انتخابات آقای معنوی هم در صحبت چند وقت پیش با تلویزیون یک گفت که بیشتر از نصف مراکز رایدهی امنیتشان تامین نیست و در خطر هستند. به این معناست که اینجا انتخابات برگزار نمیشه و یا هم اگر انتخابات برگزار شود یک انتخابات درست و حسابی نیست. در این صورت شما چی میگین؟ یک انتخابات ناقص میتونه یک بدیل خوب باشه و یا یک راه خوب باشه؟ مسئله تامین امنیت انتخابات مسئولیت حکومت افغانستان است و حدود یک سال قبل ما با آقای کرزی تشویش های خود در این زمینه گفتیم. یکی مسئله امنیت به صورت کل است، یکی خاص و متمرکز به منظور تامین امنیت مراکز انتخاباتی و خواستار ارائه پلان امنیتی از طرف حکومت شدیم که چی پلان وجود دارد، چه نوع تدابیر پیش بینی شده. درست یک سال میگذره از این مسئله که متاسفانه توجه نشده. حالا هم بار دیگر تقاضای خود تکرار میکنیم. ما امکان ایره که به صورت خاص متمرکز کار شود و زمینه برای برگزاری انتخابات در مناطق بیشتری از افغانستان، در بیشتر مناطق افغانستان مساعد ساخته شود، من امکان میبینم. اما اگر ارادی سیاسی در حکومت وجود نداشته باشه و مسئله عدم امنیت بهانه برای عدم برگزاری انتخابات قرار بتن، یک فاجعه خواهد بود و منجر به یک فاجعه میشه. از این لحاظ تشویش داریم در این زمینه، اما راههایی هم وجود داره. من یقین دارم که مردم هم کار هستند، چون مردم هم انتخابات میخواهند. بله آقای دکتر عبدالله، اجازه بتن که از این بپرسم، شما شاهد هستین که هر روز در مناطق جنوبی افغانستان سربازان ارتش و پلیس ده ها نفر هر روز ما تلف داریم در اونجا و یا هم زخمی میشن. امنیت در اونجا خوب نیست و از توانای حکومت هم ممکن است بیرون باشه و تا جامعه جهانی نتونسته در این مورد نقش چندان مؤثر بازی بکنه. فکر میکنین که سهمگیری مردم و یا هم تلاش حکومت در این مناطق نتیجه بده و تاثیر بگذاره روی برگزاری انتخابات، یعنی در مناطق جنوبی ما شاهد برگزاری انتخابات باشیم؟ اگر مردم اطمینان پیدا کنند که حکومت واقعا میخواهد برای برگزاری انتخابات خصوصا و برای تامین امنیت به صورت کل به نفع مردم کار بکنم، حکومت مردم همکاری میکنن. خب. و همکاری مردم میتونه کمک باشه. خب طالبا هم همکاری خواد کردن که دست به ناامنی نزنن؟ من درباره مردم صحبت میکنم که اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح و عادلانه میخواین و امنیت میخواین. طالب ها هیچ نوع تعهدی برای تامین امنیت ندارن. خب. اما در این زمان اگر همچک چیز واقعی شود که اونها هم امنیت بر هم نزنن، او را هم مردم استقبال میکنن. اما ما در مورد مسائلی صحبت میکنیم که وجود دارن. خب این امنیت چقدر به دست مردم هست برهم زدن و یا برهم نزدنش، در حالی که ما میبینیم هماره طالبان کسانی بودند که امنیت را با چالش مواجه کردند و طالبان کسانی بودند که با انتخابات مخالفت کردند. تامین امنیت تنها به دست مردم نیست، اما لازمه تامین امنیت همکاری مردم هست. و من پیشتر که اشاره کردم، اگر مردم احساس کنند که حکومت صادقانه در این قسمت تلاش میکنه و فعالیت میکنه، در کنار حکومت استاد میشن. امروز بی باوری وجود داره، امروز تشویش وجود داره که حکومت امنیت بر هم میزنه در بعضی از مناطق و نبود اداره سالم عامل ناامنی است، نبود قانون عامل ناامنی است، بی عدالتی، ظلم، جنایت، فساد اداری عامل ناامنی است. آقای عبدالله، یعنی فکر میکنین که حکومت امنیت را برهم میزنه و عساکر و سربازان خودش را هر روز فدا میکنه؟ من خدمت شما گفتم که مردم همی تشویش ها را دارن. خب اینمی تصوره مردم دارن. تصور شما چی هستی؟ تشویش شما هم دارن؟ من به صورت واضح گفتم میتونم که حکومت ناکام آمده و نتانسته که اعتماد مردم را جلب کنه. حداقل در این مورد با جرات صحبت کرده میتونم. اما در این زمان تشویش های مردم هم شنیده ایم. تشویش های مردم ناکام آمدن تا واقعا ای که در این ناامنی ها
خودش نقش داشته باشه و دامن بزنه خیلی فرق میکنه. خب ناکام آمدن هم عوامل داره. وقتی اداری وجود نداشته باشه که به مردم خدمت بکنه و مردم به اوج مراجعه کنن و مشکلات مردم در اوج و مشکلات مردم پرداخته شوه، وقتی مردم دعاوی خود در محکمه های طالبا برن به فیصلیش بگیرن از طالبها، اینا کلش عوامل ناکامی میشه در تامین امنیت. اما ما برداشتای مردم خدمت شما گفتم. ادامه گفتگو را پس از یک وقفه کوتاه دنبال کنید. خب اگر در جنوب ما ببینیم که با وجود وضعیت فعلی انتخابات به گونه کمرنگ برگزار شوه مثل انتخابات های گذشته و یا هم برگزار نشوه، می سطح اشتراک مردم مثل که در انتخابات پارلمانی گذشته ما داشتیم، در شماری از ولایات افغانستان سطح اشتراک مردم خیلی پایین بود. اگر چنین واقع شوه، فکر میکنین که نتیجه انتخابات بر مردم جنوب افغانستان قابل قبول باشه و یا منطقی که امروز مطرح میشه که در جنوب چون ناامن است انتخابات نباید برگزار شود در کل افغانستان چقدر قابل پذیرش است؟ در مراکز تجمع نفوس خوشبختانه اوضاع امنیتی نسبتا بهتر است. مثلا در ولایت مشرقی افغانستان شما شهرهای بزرگی که در نظر بگیرین از جمله جلال آباد یا قندهار یا هلمند، در مراکز شهرها که تجمع بیشتر نفوس است امنیت نسبی وجود داره و شده میتونه که کمک شوه به مناطق دیگه هم که تامین امنیت نسبی صورت بگیره. اما هیچ بهانه‌ای نباید به دست کسایی که تنها میخواین به بهانه عدم موجودیت امنیت به ادامه قدرت خود بپردازن، هیچ بهانه‌ای باید به دستشان داده نشه. مسئولیتشان بوده و اگر یک دلیل عمده همیست که وقتی که تا حال در ادای مسئولیت ناکام بودن، چی تضمین وجود داره که یک سال دیگه دوام کنه امی داره بعد امنیت بهتر میشه؟ ایره من یقین کامل دارم که خدا نخواسته ناکامی در پروسه دموکراسی و پروسه انتقال مشروع قدرت سیاسی یک ناکامی برای همه مردم افغانستان خواهد بود. از این لحاظ همه توجه باید برای تامین امنیت صورت بگیره تا اینکه تشویش های مردم بیشتر ساخته شوه و یا امنیت قصدی بر هم زده شوه. یکی از مواردی که مهم است در این روزا نگرانی را به گونه به بار آورده، موضوعی است که گویا حکومت افغانستان انتخابات آینده ریاست جمهوری را مهندسی میکنه. شما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته زمانی که با آقای کرزی در دور دوم با عنوان نامزدان نهایی رفتین اشتراک نکردین و شرطهای گذاشتین، از جمله برکناری چند وزیر و کسانی که در رده های بلند حکومتی در او زمان مصروف بودن. حالا دیده میشه که آقای داودزی که احتمالاً نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود از سفارت افغانستان در پاکستان به عنوان سرپرست وزارت داخلی افغانستان گمارده میشن و احتمالاً که وزیر داخلی افغانستان شون و همچنان آقای نبیل به سرپرستی ریاست امنیت گماشته میشن. این موارد باز هم بر شما قابل نگرانی خواهد بود در انتخابات پیشرو یا خیر؟ ما در نگرانی های مردم افغانستان خود شریک احساس میکنیم و تجربه گذشته را هم داریم، اما در این زمان توقع ما از شخصیت هایی که مسئولیت بسیار بزرگ یا مسئولیت های بسیار بزرگ را در این زمان به عهده میگیرن همیست که اونها مسئولیت خود در برابر خدا و در برابر مردم و در برابر تاریخی کشور در نظر گرفته عمل کرد داشته ولی باشن. ولی این خیلی یک آرزوی آرمانگرایانه نیست آقای دکتر؟ در امی مرحله من نمیخوایم تفسیری بیشتر از این داشته باشم. من میگم که همه این مسائل میگذره و درگذر است و مردم افغانستان قضاوت میکنن. مردم افغانستان یک روزی با آرزوی خود که داشتن یک حکومتی که بر اساس رأی خودشان باشن میرسن. این چیز جز حق مشروع مردم افغانستان است و مردم به او میرسن
و قضاوت خواد کردن در مورد کسایی که سنگندازی کرده باشند در این را یا خدای نخواسته خواسته باشند که جریانات کشور به انحراف بکشانند به خاطر خواسته های شخصی یک فرد یا چند فرد. این مسئله بسیار مهم است. در این مرحله همه باید متوجه مسئولیت های بزرگ خود باشه. آقای عبدالهادی، یکی از انتقادهایی که بر شما وجود داره، مردم انتقاد دارن، امی است که میگن آقای دکتر بیشتر آرمانگرا هستند تا اینکه واقعگرا باشن. اماره به خاطر به گونی آرمانگرا بودن خیلی واقعیت ها را در نظر نگرفتن. از جمله در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، زمانی که پس از او شما رهبری گروه قوی اپوزیسیون افغانستان را رهبریش را بر عهده داشتین، مردم انتظار داشتند که کمی واقع گرایانه برخورد شود با قضایا، و حالا هم شما بیشتر آرزو میکنین. فکر نمیکنین که انتظار مردم بیشتر از این باشه از شما؟ اگر در انتخابات گذشته مسئله قسمی می بود که ما به خاطر که حق مردم داده نشد امنیت افغانستان و ثبات برهم می زدیم، امروز من هم پشیمان می بودم و مردم افغانستان هم قضاوت بسیار منفی می کردن در روز زمینه. اما وقتی کار صورت گرفت بالاخره و مردم افغانستان متوجه حق خود شدن، امروز شما ای بیداری را که ایجاد شده او را نتیجه مبارزات مردم افغانستان بدانین برای احقاق حقشان. امروز یک سطح شعور سیاسی در بین مردم افغانستان به مراتب بالا رفته و در هیچ جای دنیا بدون یک مبارزه پیگیر و دوامدار و هدفمند و بدون داشتن یک آرمان کسی به جایی نرسیده. ای که چی طریقه و روش را هر کس یا گروه سیاسی برای رسیدن به اهداف خود انتخاب میکنه، او مسئله جداست. کسایی بودند که در امو زمان از ما توقع داشتند که ما آتش بزنیم به همه چیز، چون در انتخابات تقلب صورت گرفت. ما با درک مسئولیت تاریخی خود در برابر مردم کار را کردیم که ایجاب می کرد در امو زمان، و گفتم اگر خدای نخواسته کوچکترین به احتیاطی در او زمان از ما صورت می گرفت، از یک طرف هیچ کسی قادر به جمع کردن اوضاع نمی شد و از طرف دیگه امروز بسیار قضاوت منفی در مورد عمل کرده ما صورت می گرفت. وقتی حوصله‌مندی صورت گرفت در این زمان یه طور نشد که ما خوابیده باشیم در 4 سال گذشته. با مردم کار کردیم، با مردم در طول این مدت کار صورت گرفته، با اقشار مختلف مردم و تماسا و ارتباطات بسیار وسیع برقرار شده. پایه های ائتلاف ملی امروز تا او زمان 4 سال قبل بسیار فرق میکنه، به مراتب گسترده‌تر شده. اینا کلش در نتایج مبارزات مردم افغانستان تأثیر گذار است. آقای عبدالله، شما از انتخابات ریاست جمهوری آینده با همی چینش که فعلا صورت میگیره در سکتورهای امنیتی و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات با معرفی کمیشنران جدید، چی انتظار دارین؟ انتظار شما خوشبینانه خواهد بود و یا بدبینانه؟ من خدمت شما گفتم که در تمام تشویش های مردم افغانستان شریک هستیم ما و تشویش ها را داریم، اما نمیخوایم همه اساس بر بدبینی بگذاریم. میخوایم که انتخابات موفقانه باشه، مشکلاتش آگاه هستیم و در هر زمان و در موردش قضاوت خود خواد کردیم و در کنار مردم، در تصمیم مردم، در پهلوی مردم خواد بودیم. بله، یکی از مواردی که مطرح است و ماره در انتخابات ها در افغانستان موضوع حمایت کشورهای خارجی از نامزدهای مشخص است. در هر انتخابات چنین موارد مطرح بوده و همچنان زمزمه های بوده که پول داده شده برای نامزدها و برای کاندیدها. چی فکر میکنین که در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری باز هم کشورهای همسایه و یا کشورهای قدرتمند دیگه جهان در مسئله انتخابات افغانستان دوباره هم از نامزد حمایت خواهد کردن؟ اگر مداخله هایی را ببینیم، اگر مسائل را ببینیم که در مخالفت با قانون افغانستان باشه، دستاندازی هایی را ببینیم، کارهایی را ببینیم که مشروعیت نداشته باشه، حتما صدای مردم افغانستان بلند خواهد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته چنین موارد دیده می شد یا خیر؟ در انتخابات ریاست جمهوری گذشته چون من یک طرف
اصلی رقابت بودیم، هر قدر که به او بپردازیم این غرضمندانه تلقی خواهد شد قضاوت ما، اما مردم افغانستان دیدن آنچه که گذشت و قضاوت خود هم مردم دارن. برای انتخاباتی که در پیش رو داریم در پهلوی مردم خود و در بین مردم افغانستان کوشش ما میخواد بود که انتخابات یک موفقیت باشه برای ولی مردم. در مورد انتخابات ریاست جمهوری گذشته بر شما یک مورد اتهام وجود داره که گویا از طرف بعضی کشورهای مانند ایران حمایت میشدین و پول داده میشد براتون. هیچ نوع حمایتی از طرف هیچ کشوری به حیث یک شخص یا به حیث یک گروه یا به حیث یک مجموعی که ما در او مبارزات من رهبریشه داشتم از ما به او شکل صورت نگرفته. چیزی اتهامات البته تبلیغات شاهدش بودیم، اما در این زمان می دانستیم که در انتخابات چی گذشت، مستند مردم آگاه شدند که خب. کدام کاندید در چی وضعیت و در چی حالت قرار داشت. اتکای ما به خداوند است و به حمایت مردم. بله. و از حمایت مردم در اون زمان هم مطمئن بودیم. امروز که در یک اتحاد انتخاباتی قرار داریم که پایه بسیار وسیع داره، من یقین دارم که اتحاد انتخاباتی تاثیرگذار خواهد بود روی نتایج انتخابات. و ای که در این اتحاد انتخاباتی هم اتهامات وارد خواهد شد و مغرضانه قضاوت صورت خواهد گرفت، این اما جلوش گرفته نخواهد تانستیم. بله. آقای عبدالله، یکی از چیزهای دیگی هم که گفتم ایشه ای بود که شما زمانی که در دور دوم انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شرکت نکردین، خاموشیتان دلیلش ای بود که از سوی ایالات متحده ای امریکا، از سوی مقامات بلند رتبه ایالات متحده ای امریکا وعده های به خاطر انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بر شما داده شده بود. ما تصمیم خود در او زمان بر مبنای شرایط کشور ما و با در نظر داشت منافع کشور خود اتخاذ کردیم. نه او را به خاطر وعده، نه به خاطر فشار، نه به خاطر تهدید و نه به خاطر هیچ چیز دیگه او در او تصمیم ما تاثیرگذار نبود و تصمیم ما گفتم بر اساس مسئله کشور ما بود و از اراده و عزم خود به ادامه مبارزه برای رسیدن مردم افغانستان به اهدافش هم مطمئن بودیم. این هم می دانستیم و می دانیم که مبارزه سیاسی کار یک روزه یک شبه نیست و کارست دوامدار و ثابت تثبیت اهداف و وجهه شخصیتی افراد در محیط سیاسی و در فضای سیاسی هم تنها به تصمیمشان مربوط نمیشه. اگر در انتخابات بردین خوب، اگر بنابر هر دلیل کس دیگه برنده اعلان شد آتش بزنین به همه چیز. اگر در انتخابات شما خشتنداری کردین معنایش ایست که حتما فشاری بوده، حتما تهدیدی بوده، حتما تطمیعی بوده. الحمدلله پایی حمایت و پایه های حمایت از ما در او زمان اقدر گسترده بود در او زمان که ما ضرورتی به هیچ چیز دیگه احساس نمی کردیم و هیچ تهدید. ولی خاموشی در برابر نتیجه یک انتخاباتی که به یک گونه ناقص بود و رأی لازم هم نیاورد، فکر میکنیم که در اینجا هم باید خشتنداری صورت میگرفت؟ رأی لازم نیاورد معناشی؟ معنایشی که آقای کرزای شما هم پیشتر گفتین کمتر از 50% بود رأیشان، ولی از سوی کمیسیون انتخابات زمان که شما شرکت نکردین در دور دوم برنده اعلان شدن. در برابر این نتیجه هم شما میگین لازم است خشتنداری باید صورت بگیره؟ خاموشی نبود. من به مخاطر روی بخش اول سوالتان مکس کردم. با اعتراض به نتایج انتخابات، با اعتراض به تقلب وسیع و گسترده صورت گرفت و با درکی که اعلان یک دور انتخابات پایان عمر و حیات یک ملت بوده نمیتانه و تمام کشورهایی که تمام مردمی که کشور خود ساختن و به جایی رسیدن مراحل مبارزات سپری کردن. بعضی ها انتخاب کردن رفتن به طرف خشونت و کشور خود برباد دادن و مردم خود برباد دادن، بعضی ها از وسیله های مشروع استفاده کردند. امروز شما میبینین که
صدایی که ما بلند کردیم در او زمان حمایت عمومی مردم داره. از اون لحاظ خاموشی هم نبوده و بالاخره رأی آقای کرزی بالاتر اعلان شد و نتایجش جامعه بین المللی پذیرفت و ما هم تصمیم نگرفتیم که امنیت و ثبات افغانستان برهم بزنیم. خیلی تشکر. ببخشید. و این تصمیم هم نگرفتیم که خاموش بمانیم، بازم از حق مردم دفاع کردیم، بازم مشروعیت خواستیم، بازم مبارزه کردیم و ایره نسل به نسل باید مبارزه کنه تا یک روز مردم افغانستان صاحب نظام و اداره و حکومتی باشه که نمایندگی واقعی مردم داشته باشه. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبدالله عبدالله از این که با ما گفتگویی داشتین. تشکر از شما. سلام. تشکر. و سپاسگزارم از شما که گفتگو را دنبال کردین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.